دکتر صاحب و معزلین محترم سلام، مصداوری با لکچر دیگه در مورد گالبلادر یا کسی صفرا و معاینات تشخیصی ازو در خدمت شما هستم. در این لکچر شما خواهد یاد گرفتین تا ای که سنگ های کسی صفرا چه قسم ما میبینیم. کسی صفرا وقتی که سنگ میداشته باشه و تشخیص تفریقی سنگ از حالات دیگه کسی صفرا چطور خواهد بود؟ التهابات کسی صفرا چه قسم است؟ التهاب حاد عادیش و التهابات غیر معمولیش در آلات دیگه که میمک میکنه یا نشان میده خود به شکل تشخیص تفریقی، اگر بگویم التهاب چه قسم از دیگر آلات ما میتونیم تشخیص تفریقی کنیم، اختلالاتی که التهاب کسی صفرا به وجود میاره و تداوی از او، و دوی که در کدام آلات ما میتونیم انظار پیش مریض وخیم و یا خوب پیش بینی کنیم. خصوصیت عمده کسی صفرا، کسی صفرا یک کیسه ای است که نامش از نامش پیداست که کیسه هست، و این کیسه شکل قطره مانند است که یک مقدار مایع در خود، مایع صفرا که در جگر تولید میشه او را در خود نگه میکنه تا اینکه در وقت ضرورت، خصوصا در وقت از اینکه شهمیات در ما میگیریم او را باید هضم کنه، و به خاطر هضم شهمیات ما از صفرا استفاده میکنیم. مقداری که در بین از جای میشه در صورت عادی 30 تا 50 میلی لیتر است، و در صورتی که اگر التهابی شود و بندش به وجود میاره این مقدار میتونه تا 300 میلی لیتر هم بالا بره. کسی صفرا یک ساختمان است که در جدار خود عضلات ملسا داره و در داخل خود نسج اپیتل داره، و بر علاوه صفرا یک اندازه مایعی از خود نسج اپیتل هم ترشح میشه روزانه در کسی صفرا. کسی صفرا توسط قنات سیستیک و قنات کبدی عمومی وصل میشه، و توسط کولیدوکوس یا قنات کولیدوک صفرا داخل اما در قسمت اثناعشر، قطعه دوم اثناعشر است، در اوج میریزه. سنگ های کسی صفرا توسط اولتراساوند که سنسیتیویتی و سپیسیفیسیتی بسیار بلند داره، ما میتونیم سنگ ها را نسبت به دیگر معاینات تشخیصی تصویری بهتر ببینیم و تشخیص کنیم. سنگ های کیسه صفرا اکثرا میتونه سمتوماتیک باشه و بعضا میتونه که غیر سمتوماتیک به شکلی دیده شود که نزد کسی که هیچ عرض نداره هم ما بتونیم پیدا کنیم. ریسک فاکتور به وجود آمدن کسی صفرا سنگش عبارت از جنس مؤنث، وزن بلند، سن تقریبا از 40 بالا، و موجودیت دیابت. از طرف دیگه در انگام پرگننسی میتونه سنگ ها همچنان به وجود بیاید، به خاطر که در اینجا یک اندازه استازیس به وجود میاد در سیستم صفراوی، به او خاطر امکان به وجود آمدن سنگ ها هست. در اولتراساوند سنگ ها اکثرا ایکوجنیک هستن. ایکوجنیک به این معنا که سفید رنگ معلوم میشه در سطح خود، شما اگر تصویر ببینید، و یک سایه انیکویک دارن، یک سایه ایک دارن که هایپویکویک یا سیاه رنگ در خط خود دیده میشه. سنگ ها موبایل هستن، تغییر وضعیت مریض سبب میشه تا سنگ ها تغییر بده، به او خاطر وقتی اولتراساوند میکنیم مریض به طرف یک طرف و اکثرا به طرف چپ میخوابانن بعد از اینکه مستقیم در استجای زهری دیدن. در منظره پایان که اگر میبینیم شما اینجا یک امارای T2، سیکونس T2 امارای است که نشان میده سنگ های متعدده. شما اگر متوجه شوید این سنگ از نظر کلسیفیکیشن نسبت به سنگ هایی که پایان تر، این هم قسمت دیگه، یک سنگ کوچک است که شکل خط دار است یا یک شکل طویل داره از خود، سنگ دیگه در این قسمت است. این سنگ ها که سیاه رنگ معلوم میشه، اینا کلسیفیکیشنش زیادتر است، به خاطر کلسیم از نظر داشتن مقدار ترکب ساختمان های کلسیمی مقدار آبش در ساعت کم است، آب که کم باشه هیدروژن کم است، و اتم هیدروژن که کم باشه همچنان سیگنال کسا هم میگیریم کم است. در این صورت ما این سنگ در MRI در MRCP چه قسم میبینیم به این شکل. سنگ ها از نظر تشخیص تفریقی باید طور تشخیص تفریقی میشه که خود سنگ عبارت از ساختمان های موبایل است که با شادو داره، یعنی به عنوان سایه دار و موبایل یا حرکت کننده است که حرکت میکنه نظر به تغییر وضعیت مریض.
دو حالات دیگه است که سلج یا ریگ به اصطلاح که بگیم داخل گل بلادر اگر موجود باشه در داخل کسی صفرا، اونا هم موبایل هستن، بلکه اونا فرقشان این است که در خرقبشان یک سایه موجود نیست. پولیپا هم یک تشخیص تفریقی دیگه شده داریم که اونا نن موبایل هستن و شادو ندارن و همچنان امکان داره که واسکولارایز باشه یا ای که یک اندازه از خود رگای کوچک خون دیده شده ایش که او را توسط داپلر ما میبینیم. هایپرپلاستیک کولیسیستوزیس که عبارت از یک کولیسیستایتس کرونیک است که در این صورت جدار میتونه زخیم باشه، حالاته که در داخل جدار میبینیم به شکل نن موبایل مولتیپل پولیپا را که هایپر ایکویک است یا سفید رنگ هستن اما نن موبایل هستن، حرکت ندارن و در جدار چسبیدن و به شکل متعدد میتونیم به شکل پولیت های متعدد در اینجا ببینیم دیده شدن. التهاب عادی کسی صفرا مضمون دیگه هست که میخواییم در موردش گپ بزنم. در حالت عادی التهاب عادی کسی صفرا به شکل بسیار خوب تداوی میشه در صورتی که تشخیص به واقع باشه. التهاب هادکسی صفرا عبارت از آلاتی هست که مریض با درد طرف راست در اپر کوادرانت یا در قسمت زیر جگر مریض درد کاهه می کند. درد ازی با خوردن مواد زیاد شده، خصوصا اگر مواد چهمی باشه و این دردها توهم با فیبر است، یعنی تب دارم. مریض امکان بلند بودن سی ار پی دارم، مریضش امکان به وجود آمدن زیاد شدن کرویات سفید خون است. کراتریای توکیو عبارت از کراتریایی است که دکتر صاحبا باید استفاده کنند به خاطر تداوی مریض و تشخیصش. اولتراساوند گفتیم 100% به خاطر از این که پیدا کنه که آیا التهاب در جدار کسی صفرای ما موجود است، قابل اعتبار است و سپسیفیسیتیش زیاد است. در تقریبا در 90% حالات ما سنگ پیدا میتونیم بکنیم. اگر نشه باید دیده شود که آیا سنگ در مجرای که خارج از کسی صفرا هست دوج هست یا ای که علت دیگه مانند نیوپلازم اگه باشه باید دیده شود. او خاطر اکثرا MRCP صورت میگیره. اگر ماینه به شکل ازی باشه که اگه MRCP نباشه باز از ERCP که عبارت از اندوسکوپیک دیدن قنات های صفراوی و قنات پانکریاس است، در او صورت از او هم استفاده میشه. یک علامه که بسیار مهم است سونوگرافیک مورفی ساینس که در وقت دیدن کسی صفرا وقتی که ما پروب خود بالای قسمت راست میمانه مریض درد داره که یک علامه بسیار مهم است. به خاطر از اینکه ما التهاب حاد کسی صفرا در اولتراساوند ببینیم باید جدار خود کسی صفرای ما باید جدارش از 3 میلیمتر باید زخیم تر باشه. خود کسی صفرا اکثرا دیستندد است به خاطر که بندش موجود است. دیستنشن ازی یا متوسط بودن ازی اکثرا از 4 سانتی متر در قطر طویل خود باید زیادتر باشه و در اطراف کولیسیست یا در اطراف خود جدار کسی صفرای ما یک اندازه مایع تجمع میکنه که در خط مایع التهابی هست که در نزدیک به جگر دیده میشه که برام پریکولیسیستیک فلوید یا و یه شکل رم هایپوئیکوئیک دیده میشه. وقتی که کالر دوپلر بالای کسی صفرای خود میگذاریم و او رو چالان میکنیم میتونیم هایپرواسکولاریزیشن رو در صاحب ببینیم و در اطراف خود برعلاوه امو رم هایپوئیکوئیک در نزدیک به جگر میتونه یک هایپر ایکوئیک فت در اطراف گل بلادر یا در اطراف گل بلادر فوسا ما ببینیم. وقتی که اگر از منظری نزدیک به جگر ما ببینیم در امکان داره که یک سایه هایپریکوجینیک در اطراف خود کلوت در فوسای گل بلادر ما دیده شد. کریتریایی که گفتم از نظر تشخیص خیلی مهم است عبارت از کریتریای توکیو هست و این شامل موجودیت مورفی ساین است که اگر اولتراسونیک مورفی ساین باشه یا ای که مریض اگر خود دکتر پچخ کنه با طرف راستش درد داره. ای در قسمت رایت اپر کوادرانت درد، تندرنس و حالت یک مس میتونه هم دلالت به مورفی ساین کنه. سیستمیک ساین های ما عبارت از تب است، بلند بودن CRP است و بلند بودن WBC است. در ایمیجینگ فایندینگ ما باید نشان بده که علامات کاراکترستیک یا مشخص کننده التهاب حاد صفرا.
دیاگنوز ما بر اساس موجود بودن مورفی ساین و تندرنس در طرف راست بطن با یکی از علامه بی که بارد از تب است، بلند بودن CRP است و Elevated WBC است، ای باید موجود باشه و کانفرم ما توسط سی که بارد از ایمیجینگ است باید کانفرم شود. حالات مانند هپاتیت اکوت و همچنان بطن هاده و کرونیک کلوسیسایت ما باید از حالات که هست باید اکسکلود کنیم و اون رو باید جدا کنیم تا ای که ما برسیم به تشخیص خود. در لکچر بعدی ما انواع غیر معمول التهابات کسی صفرا که به شکل گانگرینوز، زانتوگرانولوماتوزس و امفیزیماتوزس بالاش گپ میزنم. بالا اختلاطات وایی التهابات کسی صفرا گپ میزنیم. بالا اختلاطاتی که در اطراف کسی صفرا صورت میگیرن مانند به وجود آمدن ابسه و کلکشن های فلوید است و همچنان اختلاطات میدی مایی که فستول باز شدن است و همچنان ایلیوس گالستون است یا بطن هاده که از سبب گالستون به وجود میاد بالا زیگه میده. این بخش دوم است که در ویدیوی بعدی تقریب ازی میتونیم شما او رو ببینیم.